حکومت تاجیکستان استخراج کنی تیلای نوبتی را به خیتای ها سپارید. دیرکتور خدمات فدرالی امنیتی روسیه الکساندر بورتنیکوف در مهاجران مهنتی تروریست ها را مشاهده نموده است. حکومت تاجیکستان با شرکت چینی کریسو ریسورسز لیمیتد و جمعیت دارای مسئولیتش محدود پکرود سازشنامه آیدی استخراج کانی پکرود که واقع در حدودهای قمر تیلایی تیانشان بوده از کشورهای تاجیکستان، قرغیزستان و از غرب چین میگذارد به امضا رساندند. به شرکت چینی لیسنسی آیدی کارکرد سنگهای قیمت بها و تیلا تا سال 2030 سپاریده شد. غیر از این در دوشنبه بین شرکت چینی و رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان فضل الدین قهارزاده سازشنامه مناسب به امضا رسید. باید یاد راست کرد که امروز از نصف زیاد استخراج کانهای تیلای تاجیکستان در اختیار شرکت های اجنبی می باشد. این چنین باید قید کردن ضرور است که دین اسلام حیات انسان را با نظام اقتصاد به ترتیب درآورده است و احکام های شریعت آیدی کندنی های فایدناک می فرماید که آنها مالکیت عمومی بوده حتی حاکم قانونی حقی از خود کردن و طبق خواهش خود صرف کردن را ندارد. قانون زیرین از سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته شده است. مسلمانان در سه چیز آب، چراگاه و آتش شریکند. روایت ابو داود. غیر از این اسلام حکمرانی مبلغ گذاران اجنبی را در زمین های مسلمانان منع کرده است. مثلا در لایحه دستور اسلامی که از جانب یک حرکت اسلامی بین الخلقی تهیه شده است در باب نظام اقتصادی گفته می شود. ماده 165 به مملکت درآوردن مبلغ های اجنبی و سرمایه گذاری کردن آنها این چنین به اجنبی امتیاز دادن منع کرده می شود. دیرکتور خدمات فدرالی امنیتی روسیه الکساندر بورتنیکوف مهاجران مهنتی را آتشدان تروریسم نامید. در جریان ملاقات ملی ضد تروری کمیته بورتنیکوف چنین ابراز نمود. در نتیجه تحلیل معلومات های دسترس عیان گشت که استخوانبند اساسی گروه های تروریستی را شهروندان اتحادی دولت های مستقل تشکیل می دهند که در جریان ورودی مهاجرت مهنتی به روسیه به عمل می آید. پس از ورودی به فدراسیون روسیه اشخاص زیرین در بین مهاجران مهنتی فعالیت ترغیباتی را واسه پهن نموده اجرا کنندگان عملیات تروریستی در قلمرو فدراسیون روسیه تیار میکنند. ابراز نمود دیرکتور خدمات مخصوص. همین طور بورتنیکوف گناه حمله تروریستی که در شهر سن پیتربورگ شده گذشت بر دوش مهاجران مهنتی گذاشت. تحلیلگران روس بر آن عقیده‌اند که سیاست زیرین حکومت روسیه با مقصد بیدار کردن حس وطن پروری در خلق روسیه بوده، در اطراف رژیم کنونی متحد ساختن است و با این روحیه اعتراض جامعه روسیه را به سوی دیگر نگرانیدن می باشد.